با درود به شما بینندگان خوب برنامه فین. اگر اجازه بدید هنرمندی رو که امروز دعوت کردم حرفای شنیدنی زیاد داره. اینه که مراجون خوش اومدی به فین. سلام شعبال جون. خیلی خوشحالم که در کنار هستم، در کنار کسی هستم که هم دوستش دارم، هم بهش اعتقاد دارم و برای اولین بارم هست که از خونه رو که عوض کردی از وست اومدی این طرف اولین باره میام جام خیلی هم خونه خوشگلی هم جی من دارم در دیوار فقط تماشا <applause> <applause> با سلیقه مثل همیشه شعبول با سلیقه است دیگه گلی جونم البته که استاد دیگه بله, بله یه بله. چیزایی رو که من میخوام امروز با هم دیگه صحبت کنیم بیشترش اینه که درد دل یک هنرمند خارج از کشور بله که هر کسی نمیتونه اینو بگه یا متوجه بله. اون کسایی فقط میتونن بگن و متوجه شدن کسایی که سرشون اومده دیگه درست. درست. ببین اولین سال من اینه که تو در یک تاریخی از جایی که داشتی زندگی میکردی خونه پدری بوده بله مملکت خودت بوده خاک خودت بوده اومدی بیرون اولا این دلخواه بود یا اجباری بود ام شعبال جان حتما اجباریه به خاطر اینکه برای مرداد آسمانی برای من برای من اجباری بوده به دلیل اینکه زمانی که من ایران بودم و میخواستم کار موسیقی بکنم درا در باز نبود در ایران به این شدت اصلا باز موسیقی پاپ اجازه کار نداشت آه تو, تو پس بعد از انقلاب بودی ایران بله من بعد از انقلاب ایران بودم رادیو تلویزیون کار کردم کاران پخش شده از رادیو ولی منتها اینا فقط موسیقی رو یا سنتی قبول میکنن یا سرود یعنی موسیقی پاپ اصلا جایی نداشت اگر مثلا شما یک موسیقی رو به شکل ارنجمنت موسیقی رو پیانو یا مثلا سازهای پوستی و اینا میذاشتی غربی یا صدات صدای پاپ بود و خارج از محدوده سنتی یا سرود بود اجازه پخش نداشت اصلا اجازه نمیدادم پس منم که عاشق این کار بودم خواستم این کارو بکنم تصمیم داشتم این کارو بکنم من در خانواده بزرگ شدم که خب فرزین توی خدا رحمتش کنم تو خانواده ما بود عشق به موسیقی از سوی فرزین به سمت من اومد حلال شده به من خواهش بودم و بعد من شروع کردم درس خوندن یعنی من دوست داشتم اگر میخوام خب کار موسیقی بکنم بی سواد نباشم تو این کار و در اون اندازه که در اون زمان اجازه میدادن یعنی اون زمانی که ما در ایران بودیم انجمن هفزایش های موسیقی بود که دکتر داروش صفوت حتما شما میشناسینشون مؤسس انجمن حفظایش های بود و من از شاگردای ممتاز دکتر بودم و منزلشون میرفتم درس میگرفتم دیگه من انجمن حفظایشای نمی رفتن. به صورت خصوصی در منزل دکتر ازشون درس می آقای خاتم بسگری هم که از بزرگان موسیقی سنتی ما هستنشون مثلا 250 گوشه در دستگاه شور میخونه. این یه ای حافظه تاریخی ما کسی نداریم من فکر کنم بزرگانش معروف این کارم 80 تا گوشه بیشتر نتونم و ایشون 250 تا گوشه میکنه. یعنی اصلا یه گنجینه بزرگیه خب من شاگرد این دوتا بزرگ بودم منزلشون میرفتم موسیقی سنتی رو یاد میگرفت. ولی علاقه من به موسیقی سنتی نبود علاقه من به موسیقی پاپ بود که اونجا نبود؟ بله آقای تارپینیان رو پیدا کردم <applause> بله, بله. باهاش رفتم پیانو یاد گرفتم خیلی کوچولو بودم و پیانو یاد گرفتم و من اون موقع کاری میکردم که این فکرم این بود که این موسیقی پاپ خودمون اینجوری یه ذره همچین حسش خوشگل را رو با موسیقی سنتی قاطی کنم این کار کردم چند تا کارم هم تو رادیو پخش شد تو رادیو ایران, رادیو ایران. بله یه برنامه بود به نام سلام صبح بخیر آقای جواد آتش و آقای محمود شهیاری کسانی بودن که در ایران کار رادیویی میکردن یه ترانه محمد سال علای عزیز نوشت و من از طریق محمد سال علا رفتم تو رادیو یعنی اگر محمد صالحالا من رو کمک نمیکرد شاید من هرگز نمی نمیشدم من اینجا باید اینو بگم که محمد نازنین در حقیقت به من اعتماد کرد و من کشف محمدم من داشتم درس میخوندم من داشتم موسیقی یاد میگرفتم ولی محمد عزیز که خیلی من دوستش دارم همسرشون خانم شورانگیز تبا تبایی هنر پیشه خیلی معروف و توانا از طریق محمد سال علا رفتم رادیو چند تا کار ضبط کردم ولی اجازه نمی دادن. یعنی اون نوع صدای من رو نمیپسندیدن این چیه مثل تاغوتی ها می تاغوتی یعنی شیده. آره یعنی یه جوری احانت میکردن برجرد من یه سری کار ضبط کردم با سعید شهرام تنظیم کرد کار رو در ایران که او کار موسیقی فیلم میکرد خیلی هم سعید با استعداده الان من فکر کنم آمریکاست که ام همینجا هم سلام میکنم بهش بوده 24 تا ترانه من ضبط کردم بله استودیو هم که نمیتونستیم بریم بخونیم که گاهی من توی خونه, خونه چرا استودیو دیگه نمیتونیم کدوم استودیو مجوز میخواد کدوم استودیو به با اجازه میداد کار کنی تو که پخش نمیخواستی بکنی یعنی حتی اگه پخش هم, خواست... هم اصلا دو... اجازه نمیداد از ضبط کنی آه. یعنی استودیوها همه در اختیار وزارت ارشاد بود شما اگه تو هر استودیویی میخواستی بری مجوز داشتی مجوز ضبط بخواست. ما هم که نداشتیم آه. چون اجازه کار نداشتیم پس در اینجا مجبور زیرزمینی ضبط کنیم یعنی من 24 تا ترانه رو یواشکی تو خونه ضبط کردم خودمون اتاق درست کردیم گاهی رفتم زیر پتو میکروفونی که من با اینجوری من خواننده شدم با, با سختی تو خونه میرفتی زیر پتو مجبور بودیم آکوستیک نه اتاق آکوستیک نداشتیم که بخونم نداشتیم استودیو نداشتیم از چه طریق ضبط کردید؟ خب دستگاه آورده بودن اونجا ضبط میکردن اتاق نداشتیم دستگاه بود دستگاه رو گرفته بودیم اتاق برای ضبط بود. دستکورم زیر پتو. نه، دستگاه بیرون بود. من می‌رفتم زیر پتو با دستکور که بیرون بود. آه. برای اتاق آکوستیک من مجبور بودم یک فضای رو درست می‌گردم زیر پتو می‌خوندن. چیکار کنم؟ اتاق آکوستیک نداشتیم. دستگاه بیرون. بعد ضبط بیر. بله. بیر. کردم. بله. بعد کردم، آمریکا. آها. 24 تا بود که بیای آمریکا. فکر کردم همین تصمیم همین بود دیگه. که من اینا رو ضبط کنم. اومدم آلمان آلمان ویزا گرفتم ده هزار دلار اون موقع من به یه وکیل پول دادم ویزای آمریکایی منو گرفت اومدن همانو موندن, موندن همانا یعنی اجباری بود ولی اگه میذاشتن کار کنم مثل امروز که در و پنجره ها رو همه رو باز کردن اونم با سیاست با دلیل باز کردن اگه یه ذره زودتر این کار رو میکردن خب شاید من الان اون بود خیلی از بله ولی اذیت کردن شنبه من بد بد روز عشق سرسری گریه های بی خودی خنده بی خبری صبح یک شنبه میاد مثل یک قهوه سر شکل بی شکل کشیش بر سر سلیب در قیبت عشق که ما رو میکشه سیل بیرحم بها رو میکشه قیبت عشق که ما رو میکشه شعبال جان کار ما موسیقیه ما نه سیاست مداریم نه چاقوکشیم نه قاچاقچیم ما کاری نکردیم آخه الان مثلا میگن شهبال شپنه نره ایران خب چرا نره ایران چیکار کرد شهبال دزدی کرده مواد فروشی کرده آدم کشته آخه به چه جور آواز خونده خب آواز خوندن که جرم نیست که نیه تو مملکت چرا آخه یعنی چی آخه وقتی ما پوز آزادی میدیم وقتی ما پوز دین میدیم حداقل باید اون دینم یه جوری اجراش کنیم دیگه اون ما چیکار کردیم آخه من جبهه جنگ بودم 27 ماه چرا باید اینجا بمونم برای چرا ندارم تو من مملکت جنگ، جنگ. ایران و عراق دیپلوم همه که گرفتم رفتم جبهه 27 ماه هم جبهه بودم سه ماه هم اضافه نمی خورد واقع. 27 ماه جبهه جنگ چلمچه نهر انبر زبیدات آدرس هم میدم تمام جاهایی که من تو اصلا اجازه پیدا کردی که از ایران خارج بشی خب پاسپورت گرفت سربازی رو کرده بودم پاسپورت گرفته بودم چرا اجازه خروج بهم ندم ویزای آلمان رو گرفتم ببین ما در یک مقطعی ایران موزیکش قطع شد بله درسته؟, برست. در 22 بهمن 1979 صبحش یعنی بله. بهمن 23 ما دیگه موزیک نداشتیم بله تموم شد بله آیا تو به عنوان یه هنرمند خارج از کشور و الان خوشحالتر شدم که این موضوع رو اصلا عنوان دارم میکنم به دلیل گفتی که تو یه مدت زیادی در ایران بودی بله در بعد از انقلاب بله, بله. تو تو یکی از کسایی هستی که میتونی الان اینو خوب جواب بدی بله ما داریم صحبت میکنیم که یه اتفاق موسیقی بعد از انقلاب در ایران افتاد حالا چند سال بعدش یه اتفاق هنری هم اینجا افتاد یه عده از هنرمندانی که در ایران وضع عالی داشتن سرشناس بودن معروف بودن محبوب بودن محجوب بودن هرچی بودن, محجوب بودن، لا لا. اومدن اینجا و از صفر شروع, شروع کردن. کردن. درسته تقریبا چه اونایی که داخل ایران بودن چه اونایی که خارج از ایران بودن با یک موضوع طرف شدن که ما از اول باید شروع کسایی که داخل ایران بودن باید نمیذاشتن مثل دلی. تو نمیذاشتن دوباره از صفر ما باید از سرود خوندن و از این خوندن و از این کار بیان یواش یواش چه کار کنیم به اون هدف موزیک پاپی که میخوایم برسیم الان تو به من بگو اگر در اون مقطع زمانی موسیقی قطع نمیشد یعنی موسیقی ایران به همون روال سابقش ادامه داشت سی شش سال گذشته تو فکر میکنی الان اگر اینو من از دوستان دیگه هم سوال کردم ادامه اگر داشت الان ما جایی بودیم که الان موسیقی ایران در داخل ایران هست جا... یا در جهان یا جای دیگه میبودیم یا در جهان اشتباه نکنیم جهان. ما ما تولد شهبال جان تولد موسیقی پاپ به این شکل برمیگرده به زمانی که ترانه نوین متولد شد شعر شعر شعر, شعر نوین در قدیم خب شاعران بزرگی بودن که بسیار هم کارشون خوب بود ولی ترانه های به سبک کلاسیک مقفا و واجه های کوهن رو استفاده میکردن ما در یک زمانی سه تا چهار تا پنج تا شاعر متولد شدن که سنشون به یه جایی رسید و اینا با ترانه هاشون با واجه هاشون اصلا زیر و رو کردن موسیقی ما رو با حضور مرحوم آندرانیک خدا رحمتش کنه واروژان منچر چشمازر ناصر چشمازر اگر اسم کسی رو از یاد میبرن معذرت میخوام ولی داریم در کل حرف میزنیم خب اینا باعث شدن که یک شکل تازه ای از موسیقی در ایران در سالهای گذشته قبل از انقلاب متولد میشه در زمانی که موسیقی داشت همینجوری اوج میگرفت امال ساین میومد گل سنگم میخوند تمام جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود اصلا یه نگاه پاسپورت ما ارزش داشت پولمون ارزش داشت موسیقی اینجوری داشت میرفت بالا بزرگترین هنرمندای جهان اومده بله و موسیقی در سرزمین خودشه که هر هنری در سرزمین خودشه که شکوفا میشه درسته. بهتر شکوفا میشه درست ما سرزمین خودمون رو از دست یه جا دادیم موسیقی رو همونجا متوقف کردیم در زمانی که داشت اوج می گرفت شما اگر نگاه کن اگر این موسیقی در همون زمان متوقف نمیشه تا امروز موسیقی ما جهانی بود موسیقی ما جهانی میشد به دلیل اینکه ما در یک زمانی دقیقا همه قصه تموم شد یه جا بچه ها همه سفر کردن به غربت شما نگاه کن همین الان دوستان عزیز که در ایران هستین اگه سیستان و بلوچستان نرفتین سوار ماشینتون بشین سعی کنین برین سیستان و بلوچستان ببینین راه که میرسین اصلا ببینین کجا برین بعد از این اون از مردم میشه هتل کجاست مثلا بقالی کجاست چلو آبی کجاست حالا شما فکر کن همه این بچه ها اومدن اینجا مشکل زبان هم دارن اصلا هیچی نمیدونن یعنی اصلا این وضعیت فشار روحی سنگین فشار روحی سنگین اصلا یه وضعیت غم ما انسانیم ما قلب داریم ما چیکار کردیم خب شما موسیقی دوست نداشتیم ما دوست داشتیم فرق ما با همین این بوده حالا شما موسیقی هم ماها رو دوست دارین خودمون رو پس دوست ندارین <تصفح> پس ما کار بدی نکردیم شما با خود ماها مشکل دارین پس ما که اگر رفتار من رفتار زشت دیه خب ما ما, ما اصله دستمون گرفتیم بر علیه میهنمون من که میگم جپه جنگ بودم خب بری پرونده من در بیارین یکی بی تو یه نفر دروغ بگه فردا صبح همه رو میزنن تق 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 میگن حسن آقا دروغ میگه رو میگه تو. منی که جبهه جنگ بودم اولا اجازه دارم انتقاد کنم که من که برای میهنم جنگیدم من برای میهنم جنگیدم دوست دارم انتقاد کنم انتقاد من به رؤسای اون مملکت اینه که این عدل نیست اسمش این عدالت نیست اسمش حسن شمایی زاده چرا بعد از این همه سال باید خونش رو دست بده در ایران چرا خونش رو گرفتین؟ بابا حرومه <تصفيق> خونه <تصفيق> خ... چرا خونه هنرمند؟ چون آواز خونده؟ تو آهنگ ساخته؟ آه کجای دنیا به جرم آهنگ سازی یا آواز خوندن کسی رو با این بلا رو سرش میارن؟ حسن شمایی شم زده با این هم حسن شم... من اگر اسم حسن, حسن آقای شمایی شم زده رو میارم به در که من بهش اعتقاد دارم بسیار هنرمند توانایی به نظر من یک نابقه است حسن شمایی شم زده پس ما باید کسانی رو که همین امروز بچه های جوون شما ها دنبال روی همین دوستان هستین ما هم شما رو دوست داریم مال خودمون مال خودتون نداره این حرفا کدومه خب اینا رو یه, س... یه زرم سیستم هست توش فقط خود جوونامون نیست اصلا اونا با ولی تجربه پشت کارشون نیست, نیست. درست شهبال جان شعرها غلطه موسیقی ها میزان بندی ها غلطه من باشون حرف میزنم بسیار بچهای با استعداد خوب خب شهبال پسری به نام سینا یه سه بچه سرباز من باش دارم ترانه کار میکنم این ترانه های این آقا رو من برای شما میخونم خیلی هستم خیلی بسیار, خیلی بسیار با استعداد توانا من با کسانی مشکل دارم که از موسیقی به شکل مافیایی در ایران استفاده میکنند من با بابک سرپایی ها کار دارم که سه تا نشریه داره این ور کار میکنه اون کار میکنه این،, این, این یعنی چی؟ من با این سرپایی ها کار دارم م. من میگم بچه های با استعداد اجازه بدین کار کنن این همه بچه جوون با استعداد ما باهاشون کار میکنیم خودمون پشتتون میستیم من, با ت... من که خاک پای عمدتون هم هستم ولی ب... با, تجربه با دانشم پشتتون میستم من وقتی با دوست عزیزم در بسیار میوزیشن توانا و باسوادیه ولی وقتی میزان بندی های ترانه رو باهاش صحبت میکنم میبینم داره یاد میگیره خب منم از کی یاد گرفتم از چشم و چشم آزر یاد گرفتم من از کی یاد گرفتم از آنجانی یاد گرفتم خب من خودمم هم که شکر مادرم بلد نبودم مثلا اشکال نداره ما یاد بگیریم درست. چه اشکالی داره ما میگیم ش... من میگم شماها این مال خودمون مال خودتون شماها مال خودمونین شما رگ و خونتون با من یکیه با شعبال یکیه دوستتون داریم ما با مافیا بدیم من با مافیا بدم من با اون جایی که وزارت ارشاد یقیه منو گرفت نمیذاش کار کنم و امروز کسانی که نورچشمی های خودشونن همین ور کار میکنن هم اون کار میکنن دستموزشون میکنن ده برابر من میخوام ببینم الان تو فکر میکنی که بردن جیپسی کینگ به ایران بله و انقدر راجبش حرف زدن بله جیپسی کینگی که دیگه اینجا الان تقریبا هیچکی گوش نمیکنه دیگه اینو زوغ زده بشن که جیپسی کینگ داره میره ایران بله. در زمان ما ارکست سمفونی وین با فون میومد اونجا اونجا شتوخ هاوزن اومده. بله. اونجا فرانک سیناترا اومده بود. جا اونجا اصلا وجود نداره نه حالا ببین چه ذوقی دارن میکنن که اینو دارن میبرن چه تبلیغ میکنن. والا اینجا هنرمندان ایرانی داریم که جیپسی کینگو قورتش میدن. ولی بله. اینا ببین در اثر همون یه چیزی گفتی بی عدالت وجود نداره نداره دیگه چه, نوع عدالتیه که به قول تو یه عده از دوستان چه کار کردن که باید تمام زندگیشون جریمه کار درستشون رو بدن جریمه, جریمه کار, کار, درست. درست. این آقا سپهر نازنین که امروز اومد قربو ساعت پنج بیاد 5 پنج و نیم اومد خب من یاد گرفتم آن تایم باشم یعنی اگه من با شما پنج قرار بذارم پنج دقیقه به پنج اینجوری تربیت شده حالا خود منم همینجوره این از خودش شهبال همینطوره من همی نیم ساعت نه. من نیم ساعت زودتر این شهبال هم همینطوره من شهادت میدم این. اینجوری بزرگ شدم اینجوری یاد گرفتم مرست. البته خب من ازش ممنونم سپر خیلی هم دوستش دارم خیلی هم کارش خوب بلده از بچهای نازنین اینجاست حرف میزدیم با هم تو ماشین می سر دیر اومدن کنسرت دوستان دیر میرن دوست. یه سری آدمم آن تایم مثل من که آن تایم مثلا رست ساعت نه نشستم اونجا خاننده اون پشت منی که کارم درسته رو تنبیه میکنه به خاطر اونی که کارش خرابه فوتبال تو استادیوم میگن چرا خانمار رو را نمیدین میگن چون مردا فوش میدن برو مردتو تربیت کن چرا زنتو تو تنبیه میکنه. ببین اصلا عدالتی ادالت. وجود نداره درست. اون کار بد میکنه اونی که کار خوب میکنه اون جریمه میده درست. اصلا این این من نمیدونم این چه رسمیه ما آرتیست های بزرگی در سرزمین خودمون داریم ما به اینا افتخار میکنیم ما بچه های جوون که اصلا ما دوستشون داریم اصلا فکر نکنیم بین هنرمندای خارج و داخل تفرقه بندازیم اصلا هم چیزی نیست نیست نه شما هر کدومتون میخواین بیان اینجا more than welcome خیلی خوش آمدید الان آقای بنیامین دفعه دوم داری میاد اینجا بله من دفعه اول ازم پرسیدن اه، اه، گفتن آقا شما چی فکر میکنی؟ گفتم بسیار فکر خوبیه باید در آباز اصلا یکی از اشکالات خود ماها همینه که نزاشتن ما تو مملکت رو کار کنیم برای چی ما مخالف این باشیم که یک پسر با استعداد از داخل ایران نره جایی کنسرت بذاره باید بره خود من من تازه یک گلگی کردم گفتم شماهایی که میخواین بیاین چرا از طریق کسایی میان که این کارو بلد نیستن خب از طریق من... خودمون بیان ولی میگن نمیذارن خب اگر نمیذارن شما فکر نمیکنین وقتی میگن نمیذارن شما میاین آدم فکر میکنه که اینو چرا گذاشتن بیاد چرا اینجوریه خودشون شما یه قار... درست میکنن. شما ها یک کاری میکنید که آدم حالا این شد آقایی شد کنه که شما اسم بردین آقای بنیامی از کسایی که من اعتقادی بهش ندارم من شخصا نه. چون من, من ایشون رو بیچ... اصلا, اصلا هیچ نمیشناسم. نمیشناسمش ولی من به موسیقیش به کاری که نوع خوندنش اعتقادی ندارم به نظر من خوندن یه صنعت یه صنعت بسیار پیچیده است و یه قوانین خاص خودشو داره با دستگاه درست کردن و آتتیو این حرفا نه تو کت من میره بابا که باید خدا رحمتش کنه میگفت روزنامه رو بگیری دستت باید روش آهنگ بسازی روزنامه کیهان و مطالبش رو میخون با آهنگ و ما رو روزنامه آهنگ میسازم باید کسی که خاننده است خاننده باشه اونایی که خوبم میان قدمشون روی چشم خیلی عمالیه ولی اصلا مگه اینجا مال ماسک ما بخوایم ناراحت بشیم به ما چه مربوطه دقیقاً ما صاحب ما, اینجا ما, صاحب ما اینجا خودمون مسافریم ما تو مسافر هستیم که برگشت نداریم یه دو اومدن خونه خودمونو خونه خودمونو اجازه نمیدن بریم تو خودمون بریم و ما چی هستیم که در خارج که خونمون نیست اجازه ندیم که چی بیا بل... ما چی کاره ایم اصلا من یه چیزی بگم بچه های هنرمند در خارج از کشور اینا خیلی سختی کشیدن اینا اگه نبودن بچه های ایران مطمئن باشین موسیقی می دونن. پاپ میمرد خودشون میدونن اینا زحم... بچه ها اینجا زحمت کشیدن استودیو پیدا کردن بیپولی قربت سختی تا اینو نگه داشتن از جاهایی که صد نفر دیویس نفر رفته 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 رفته, رفته، بالا تا رسیده به پونزه هزار نفر شماها پشت این بچه های هنرمند خارج از کشور بیستین که دولت اجازه بده ما بیایم تو سرزمینمون کار کنیم ما با شما کار کنیم ما از شما یاد بگیریم شما از ما یاد بگیرین اینه که باعث میشه موسیقی ما بالا بره درست صنعت موسیقی ما بالا بره ترانه شعر شعر متنی که شما می نویسین. این متن ق... قانون داره ریتم داره شما بر ریتم موسیقایی ترانه رو بشناسی نمیتونی واسه خودت بشینی شعر بنویسی خیلی خوبه هر کسی میتونه احساسات خودشو بنویسه ولی وقتی میاری شهبال جون روی پیانو شما باید یاد بگیری چجوری شعر رو ریتم موسیقایی شعر رو بنویسی این ایرج جنتی عطایی شهیار غنبری اردلان سرفراز زویا زاکاریان ژاکلین محسود امین اینو یاد گرفتن اینا پوست انداختن تا این کار یاد گرفتن شماها باید از اینا یاد بگیرید. شهیار قمبری باید نسل بعدی رو آماده بکنه که ترانه به اوج برسه مسعود امینی باید بکنه شاعرایی که سابقه این کار رو دارن و ریتم موسیقایی رو میشناسن شما باید از اینا یاد بگیرین تا ما, ب... ما افتخار کنیم به آینده ای موسیقیمون ما باید موسیقی مگه ما, ما از ترکا یا از عربا یا از هندیا یعنی ما اینقدر کمتر بودیم اونا هم زبونشون زبون انگلیسی نبود اونا هم زبان جهانی نداشتن چرا هندی ها امروز به اینجا رسیدن چرا ترک ها به اینجا رسیدن عربا چرا به اینجا رسیدن شما برگرد به سال 56 به این موسیقی ما کجا بوده موسیقی اونا کجا بوده ما اینجا بودیم اونا اینجا بودن به در خواننده شون میواد آهنگای ایرانی رو تموم حالا چه نه را... چه وضعی پیش اومده اینی که تو داشتی میگفتی من یه چیزی حدود 11 سال پیش یا 12 سال پیش رفتم دیدون از این فاست فودها بله از جایی قضای توم مثل همبرگر زود دست دیدم از آره، رفتم اونجا یه دفعه نگاه کردم دیدم دختر یکی از دوستان هنرمندم رو دیدم اونجا آخه. داره کار میکنه ناراحت نشدم و فقط کنچکاف شدم بله چون کار کردن عیب نیست ایبنس. رفتم اونم منو دید خوشحال شدم که اصلا حال احوالش عوض نشد به دلیل بود که چندین سال اینجا مونده بود یعنی رشدش اینجا کرده بود این ادا بی خجالت رو خودشو قایم کنه قایم بکنه منو تو همبرگر فروشی نبینم چون با. ولی با وقتی اومد جلو من گرفتم بوسیدمش گفتم دم چطوری خوبی خسته نباشی برای این حرفا گفتم فقط میخواستم کنج کنم گفتم تو درسم میخونی یا فقط کار میکنی گفت من درس میخونم رو نمیتونم بگم گرم نمیتونم گفت چون, پدرم هنرمند ایرانه پاس دارم میگم اینجا کار میکنم رو بدم به بابا گفتی برو وقتی که میام صحبت هنرمندهای خارج از کشور رو میکنی هیچ که نمیدونه که ایرانی هنرمندش چجوری سر پایی استاده وقتی ما صحبت سپورت از مردم رو میکنیم برای من خنده داره مرداد کدوم سپورت کجان ملت ما که هنرمندان چون سپول کن با, با کنسرت رفتن و بلیت خریدن تو هنرمند تو داری تفریم میکنی واسه خدا تفریح رحمت کنه خانم محسی ما یه جا بودیم روی صحنه گفت من هرچی دارم از شما مردم دارم خب میدونستی محسی شقدر نازنین بود بسیار نازنین و راحت میتونستی حرف دلتو باش بزنیم بس. محسی جان شما هرچی داری از مردمی داری که حمایتت میکنن و این حمایت فرم درست داره این های بی خود این های علکی که اینو نگیم به فلانی برمیخوره اونو نگیم به این برمیخوره اصلا این چیزها رو ما باید بذاریم کنار درد اینه که یه بچه بیاد بگه من کار میکنم که چون پدرم هنرمند ایرانیه در حالی که اگر همون هنرمند در هر جای دنیا به غیر از ایران به دنیا آمده بود اون بچه جد و آبادش تعمین بود من 300 تا آهنگ دارم شهبال از اون کوچوله تو... خواهش میکنم از این کوچولوی تا اون بزرگه کار من خونده اصلا هم اون فرق نمیکرده امروز دارم برای کی کار میکنم من هر وقت کار کردم صورت اون خواننده رو مدل خوندنش رو تمرین کردم. من برای اون سال. بله من شاید باورت نشه و تا یه کار رو تموم بکنم مریض میشم یه دونه ترانه رو یعنی انقدر باهاش زندگی میکنم نصف شب بیدار میشم یعنی بیمار میکنم غذا نمیخورم راشم هم همینه نه اصلا باس من اذیت میکنم خودم رو تا یه ترانه رو تموم بکنم و اینه که ما میگیم موسیقی شما تو آسانسور که میری شعبال جون نه من گفتم بتم. موسیقی برات پخش موسیقی. موسیقی. تو دکتر میری ب... مطب دکتر موسیقی داره ما موسیقی رو نمیشه از این ملت گرفت نه. ما هم ما اینجا زندگی میکنیم یکن... احتیاج مالی هم هیچ الحمدلله هیچ کس نداره ما هرچی بدبختی اینجا میکشیم باد. مال اونجا آه. آه. ما میخوایم ما, اینجا... ما بدبخت و سرزمین خوب برگردیم یعنی من خودمو میگم شخصا من اگه فردا بهم بگن آقا قول میدیم کاریت نداریم اذیتت نمی کنیم، کارم بکن نکن اصلا کار مهم نیست خب بالاخره بعد من این کار نکنم میمیرم هم این کار دوست ندارم. حالا رسید میاد اگه بهت بگن الان تو بیا ایران ولی کار و هنری نکن کار داری کار بکن میری چه کاری بکنم یه کاری غیر از هنر نه اگر اگر به من اجازه من خوندن و روی صحنه رو اگه بگن به اجازه نمیدیم برای من زیاد مهم نیست منو بگن تو اجازه داری کار موسیقی اینجا بکنی من با همین بچه ها کار موسیقی بکنم من موسیقی رو ازم بگیرن میمیرم یه چیزی اصلا یه چیزی هم ب... اصلا این درسته که توی مملکت خودمون یه کاری که هیچ ضرری نداره واسه هیچ کس میخوایم بکنیم باز بریم اجازه بگیریم این اصلا این اصل درسته شعبال جان اجازه گرفتنش اگر منظور اجازه و... اصلا اجازه دادن این من با این جمله با این لغت در سر دارم راحت نیستم من چیم که؟ اگر... به تو اج... اگر... اج... اگر تو کارت کاریه که لطمه نمیزنه حتی سازندگی هم داره اجازه بگیری این کار بکنی خب شما از من میدونم در مجموع حرف شما درسته این کار اصلا این حسن وجود نداره در هیچ جای دنیا وجود نداره خب همین من میگم اما اگر بخوام موسیقی رو شعر رو کنترل کنن که اراجیف خونده نشه اون یه چه چیز بحث دیگه خب... است حالا کی باید کنترل کنه کسایی که استاد این آها کارن با م... م... کار خب نه اینکه کسی که کار بلد نیست که اصلا خودش نمیدونه خب الان تو به من بگو اون کسایی که دارن اجازه میدن اجازه میگیرن کسایی ان که کار بلدن یا کسایی که کار من نمیدونم امروز کیا در چون اگه کسایی که بلد باشن نمیشه آه. که یه چیزایی رو اجازه بدن که ما میبینیم نباید اجازه میدادن و یه چیزایی که باید با. اجازه میدادن با. و ندادن سیاسیه داستان. سیاسی داستان به نظر من کسایی که اونجا بیشتر جنبه های سیاسی داره کارشون یعنی چی به نفعشونه چی به ضررشونه به متن کاری ندارن صحیح یا غلط به مت کار دارن چی توش هست که به ضررشون نباشه چی شد که همه چی رو تونستن کنترل کنن ولی بالاخره صدای موسیقی رو نتونستن موسیقی اصلا مثل آب خوردن میمه شما مثل آب از یکی بگیری میمیره موسیقی آب موسیقی غذای روحه وقتی روح آزرده باشه خلاف اجتماعی به وجود میاد این همه کار یواشکی یواشکی چه آسیبایی تو مملکت ما داشته وقتی یه دختر پسر نتونن راحت دستشونو بگیرن تو خیام با هم را برن همه چی یواشکی مجبورن تو خونه دیگه همونجا همه آسیبا تو خونه شروع میشه ولی که تو هیچ جای دنیا شما نمیبینی مسائلو حقوق من و تو مساوی ولی حقوق من از تو مساوی تره یه در پیش روونه اما ببین یکی میتونه ازش بگذره ورود تو به اینجا آزاد نیست چون اینجا فقط اسمش آزادیه تو قانون دیوونه ها زن شدن هنوزم یه جرم خدا دادی فقط اسمش آزادی ما فقط اسم آزادی رو یدک میکشیم به سران رژیم رج... ایران بر میخور خب بخوره اگر شما با خودتون نامهربانی میکنین اگر با بچه های فرزندان خودتون نامهربانی میکنین با بقیه میخواین چه کار کنید؟ با آیندگانتون میخواین چه کار کنیم نباید ما بترسیم بله این حرفا رو من بزن نگو فردا نمیتونی بری ایران این حرفا کدومه مرد جون ما چه بگیم چه نگیم نمیتونیم این دوستان عزیزی که اینجا بله خ... خیلی با ناراحتی زندگی کردن و همین جا دفن شدن ببینم یکی دو تام نبودن بله الان خود فرزین عزیز خانده خوب مملکت ما بود کل اینا دیخ کردن بلد. همه بهشون میگن آقا فلانی از فلان چیز مرد فلان اولا که اگر حتی از اتیادم مرده باشن اگر بله باز تو می میبینی برای چی اصلا اینا موتاد شدن اینا که موفق بودن اینا داشتن کار میکردن همه چی برای اینکه ازشون گرفته شد این حق و حقوق اینا مجبور شدن که یکیشون بره بی پول باشه بره یه جایی کار بکنه یا همجوری که گفتم دخترش بفرسته دختر کم سنش رو یه جا کار بکنه بگه واسه که پدر درآمد نداره یه چیز دیگه هم هستش از ماست که بر ماست من میخوام ببینم آدم مثل داریوش آدم مثل ابی آدم مثل سیاوش قمشی آدم مثل موئین آدم مثل گوگوش آ... کسایی که در هنر ایران 85 درصد به وسیله شانس پولدار شدن به وسیله شانس خدا بیامرز پدرمو جمله ای میگفت راجع به هنرمندان موفق ایران چون میدونست بیشترشون سواد ندارن میگفت کاش این دوستان به جای شانسشون اندازه شانسی که دارن این چقدر شانس چون بالا میدی شانس دارن سواد میداشتن چون اگر سواد میداشتن میدونستم وقتی رسیدی به یه جایی که دستت بازه میتونی به حرفه خودت به چیزی که تو باهاش زندگی کردی کمک کنی که دیگران هم بتونن سر این سفره بشینن اون وقت هنرمند مردمی این باید بدونه وقتی رسید به یه جایی که میتونه دری رو باز بکنه یه عده جوان بتونن بیان تو تا که ما, ما باید بگیم فلان کس فلان جا فلان چیز فلان... نه بی احترامی شما نمی کنی که شما جان من جان واقعا اگر شما اگر خیلی هم اگر دوستشون داری من... اتفاقا ولی ببین دوست داشتن ولی خب ب... اشکال دوست... کارم میگه دیگه به ببنی... عنوان دوست... کسی که 40 سال داره زحمت میکنه 50 سال زحمت میکشه م... اشکال کارو میگه الان من میخوام ببینم تو این جایی که تو این مقطعی که من رسیدم در سن 75 سالگی دارم نگاه میکنم زندگی خودمو میسنجم که آقا من آیا باید به یه جوان ایرونی بگم بیا تو این کار یا نه اگر میخوام بهش بگم وقتی منو نگاه میکنه میگم مگر تو به کجا رسیدی که ما بیایم تو این حرفه با چی بیایم تو این حرفه اگر برناس پنجا سال، شت سال، چهل سال پن... جون همه رو ترسوندن اعتیاد میاد فحشم اصلا این خبرو نیست اصلا این خبر بارها... بیای خیلی راحت کارتون نه ادن... نا... تا کسی خودش نخواد معتاد نمیشه نه کسی خودش نخواد الکلی نمیشه هیچ کس هم اینجا نیست دست به ناموس کسی این حرفا کدومه کار موسیقی و یه کار عشقیه یه کار دلیه بعد پشتش سواد و سابقه و تجربه خوابیده کسانی که این کار رو بلدن شما هر سوالی دارین اگر دوست دارین بخونین هر کاری میخواییم بکنین تماس بگیرین دنبال کارتون برین یاد بگیرین اصلا هم نگران این نباشین که چه اتفاقی میفته خانواده ها فکر نکنن اگه دخترشون رو بفرستن یا پسرشون رو بفرستن من پسرم پیانو میزنه هفت سالشه باید شهبول ببینی مشارب. ماهانو خواهش میکنم مرسی خودم یادش دادم باید ببینیم بچه هفت ساله چجوری پیانو میزنه انگشتاش داشت اینقدر خب بگو هتف... اخو... خب چرا من رو بگیرم بگه معتاد میشیم ما من <تصفح> معتاد شدم <تصفح> من با مرداد آسمانی صحبت دارم میکنم جلوی این دوربین به خاطر اینکه هم خواننده است هم نوازنده است هم آهنگساز هم پرودوسره تهیه کننده است دیگه چیز دیگه نداریم تو موزیک اوکی من این سوال ازت میکنم تو مرداد آسمانی رسیدی به جایی که حالا فرض میگیریم می دیگه میلیون ها داری در میاری بله درسته آیا مرداد جون تو رسیدی به اینجا چی تو رو نگهت میداره که این کار نکنی این کمک نکنی آیا سواد شخصیت اغده است؟ اغده.